با یک ویدیوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویدیو میپردازیم به حرفای مژگان شجریان در رابطه با پدرشون استاد محمد رضا شجریان. اگر علاقه‌مند به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. مژگان شجریان فرزند سوم زنده یاد استاد محمد رضا شجریان هستند. مژگان شجریان خواننده و نقاش هستش و همچنین در سالهای اخیر بالاخره بعد از سختی‌های فراوان تونسته آلبوم جدید خودش رو به نام ارغوان منتشر بکنه. در ادامه ویدیو می‌شنویم صحبت‌های خانم مژگان شجریان در رابطه با پدرشون استاد محمد رضا شجریان. سلام و خوش اومد. سلام بر شما جناب آقای چالنگی عزیز و سلام به همه هممیهنان عزیزم در هر کجای دنیا و عالم هستی که هستن و حضور دارن و همه همدلان عزیزم. خیلی سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادی تا بتونم کلامی رو با هموطنانم داشته باشم. ما سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفتین. علارغم مشغله بسیار زیاد و اداره و مدیریت فرزند که مثل فرشته هستند در لس آنجلس. مژگان عزیز ما دارای سه فرزند هستند، دو پسر دو اولو و یک دختر نازنین که بزرگتر از هر دو پسر هستند. اسمشون خود شما؟ خواهش می‌کنم، دخترم مهر هستش و پسرانم سپهر و سام. و چقدر ایرانی مونه، با فرهنگ ایرانی. وقتی آدم می‌بینه اینجور سال‌ها بچه ها با آدم معنوس بودن و دست درد نکنه. خب مژگان عزیز به من بگو، در کنار پدری استاد بزرگ شجریان بودن، خب این سوال شاید چندان معنا نداشته باشه که چطور موسیقی علاقمند شدی اینها به جای خود، ولی از کی شروع کرد؟ موسیقی رو کلن تقریبا از سن شب بگم 10-11 سالگی شروع کردم با نواختن ستار. اون زمان خب کانون چاوش بود و من و خواهرانم میرفتیم کانون چاوش و خدمت استاد لطفی شروع کردم ستار رو، ولی خب به خاطر اوضاعی که پیش اومد، شرایط ایران، مرتب کانون چاوش تعطیل میشد و اساتید بعد از اون کوچ کردم به جاهای مختلف دنیا و یک کمی خب وقفه افتاد بینش. مقداری با استاد علیزاده کار کردم ولی ردیف رو با استاد پرویز مشکاتیان شروع کردم و بعدم که دیگه دانشگاه که رفتم در خدمت اساتید مثل خانم سرکار خانم مهربان و توفیق و جناب آقای زری و اساتید دیگه موسیقی رو و ردیف ها رو با ستار به اتمام رسوندم. رشته هم که تحصیل کردیم موسیقی نقاشی هم و گرافیک بوده. بله و گرافیک کارم کردین؟ بله بله بله، مدت ها خب در کنار همسرم دفتر گرافیکی داشتیم و کار گرافیک میکردم که در حقیقت بیشتر تخصصم در کار گرافیک کار بر روی موسیقی بود، یعنی چیزهایی که مربوط به تولید موسیقی هستند، سی دی و کاست، اون زمان که کاست بود، و حتی یه طراحی صحنه هم داشتم برای کنسرت پدر و یه بارم یه تیزر تلویزیونی برای کنسرت های پدر درست کردم، ولی کلن کار گرافیک رو شب بگم نزدیک 10-12 سال کار حرفه این بود و در کنار اون خب از کودکی تقریبا شد از 13-14 سالگی آواز رو شروع کردم با پدر و دوره‌های تکمیلیش هم 3-4 سال پیش در کنار پدر کار کردم، ولی خب هنوز جا داره که از محضرشون استفاده کنم. برمیش بسیاری که شاگرد ایشون بودن هستن، اما یک سوال معمولا این هست در زمینه سیاسی هم حتی هست، پدر به راهی میره، فرزندش رو حتی سعی میکنه از نظر سیاسی همون خط و ربط سیاسی رو داشته باشه. یک، پدر اجباری بود یا نه که شما حتما باید در مسیر هنر باشید، خوانندگی، یا نه یا خود شما در این فضا تشویق شدید؟
درسته. نه پدر هیچ وقت اجبار نکردم ما رو و این خود من بودم که ادامه بدم و چون واقعا یک حسی بود که در درون من نهاده شده بود و احساس میکردم که بهش وابستم و بایستی ادامهش بدم و تا آخر عمرم ادامهش میدم، چون واقعا یک ارثیه که به من رسیده و شاید از من به فرزندانم برسه و ادامه پیدا بکنه و این دینیست که بر من گذاشته شده و من باید بپردازم. خب یه موهبتیست، موهبتیست که صدای شما همایون عزیز که هر جا هست تندرست باشی، آرزوی تندرستی براش داریم، به نمایندگی میلیون ها بیننده اون که دوستدار صدای همایون نیز هستند به ایشون درود میگه. این موهبت هست. از طرف دیگه جناب شجریان بزرگ معروف هستن مثل تمام اساتید بزرگ در هنر در سطح جهانی، سختگیر هستن. بله. این سختگیرین هم درباره خود شما و همایون نشان میکردن. از چه نظر؟ نظر تمرین هایی که از نظر تمرین باشیم. از نظر سر ساعت بودن، از نظر اینکه اگر مثلا یه گوشه ای رو خارج خوندید یا هرچه به راحتی نگذرن. بله خب 100%. به هر حال خیلی وقتا بوده که خب اشکالاتی هست در کار ما و مرتب ایشون اصلاح میکنن و موارد خیلی زیادی بوده این تحریر ها باید به این صورت باشه، این شیوه غلط تحریر دادن یا جایگاه صدا رو که این جایگاه برای صدا مناسب نیست باید در جایگاه دیگه بخونی و موارد دیگه که خب خیلی زیاد بودن در کار حرفه‌ای که ایشون انجام میدن و به ما راهنمایی میکنن. ولی مهمترین درسی که من از پدر گرفتم همون صداقت داشتن در هنره و اینکه با اون چیزی که در حقیقت دارم عرضه میکنم صادق باشم، با شعری که میخونم، با مفهومی که دارم بیان میکنم از شعر صداقتم رو داشته باشم و از همه مهمتر با مردمی که شنونده هنر من هستن اون صداقت رو بهشون عرضه کنم. یعنی خیلی طول کشید این سختگیری ها، آموزش ها، تا اینکه پدر دیدن مژگان الان میتونه روی صحنه ظاهر بشه، درسته؟ در مقام خواننده کنارشون نشستم. بله به هر حال شاید ایشون مناسب دونستن که من این کار رو در کنار ایشون عرضه بکنم، ولی که خب با این حال من خودم رو هیچ وقت در اون حد نمیبینم که در کنار ایشون بشینم به جای کنسرت بپردازم، چون واقعا تفاوت اینقدر زیاده که نمیدونم چی بگم. احساس اون هیجان، احساس اون غروری که در کنار یک استاد نشینی برای پدر بودن ایشون و واقعا قابل توصیف نیست و همون احساس رو زمانی دارم که میخوام هنرم رو عرضه بکنم به شنونده هام، چون میدونم که اکثر شنونده ها خودشون گوش توانایی دارن، حس قوی دارن و همشون میتونن منتقد کار هر هنرمندی باشن. این منظر شکوهمند رو من به شکل دیگه ای در موسیقی دیدم، نشستن حنا کامکار در کنار پدرشون بیژن در صحنه برای کلاس های مختلف موسیقی یا حجیب موسیقی ملی ایران. اما اشاره کردی مژگان عزیز به این که در ایران مشکلات پیش میومد، چاوش مرتب تعطیل میشد، چی بود این مشکلات؟ خب مشکلات همین بود که هنرمندان اون فضای کافی رو برای ارائه کاراشون نداشتن و اون ارزشی که باید بهشون به عنوان یک هنرمند داده میشد رو نداشتن و به طبع هر هنرمند یه غروری داره برای کارش و نمیتونه بپذیره که هنرش رو در جای عرضه بکنه که در جای اصلیش نیست و من فکر می‌کنم این بزرگترین مشکلی که الان هنرمندان ما دارن، یعنی اونجایی که هنرشون دیگه از چارچوب ذاتش خارج میشه و هنر برای هنر دیگه نیست، هنر برای دولت مردان مفهوم و معنی پیدا میکنه و تنها در اون صورت مجوز داده میشه، یه کمی سخته تو اون شرایط هنر عرضه کردن و ذات هنر رو خدشه دار کردن. به نظر من خدشه دار کردن ذات هنره. یعنی می اومدن دفتر و هم مامورای دولتی
میبستن جمع میکردن چی میکردن؟ نمیدونم، ولی اون زمان خب من سنم خیلی زیاد نبود که بدونم این مسائل رو، ولی میدونستم که استاد لطفی و استاد علیزاده مهاجرت کرده بودن به کشورهای دیگه و توان دسترسی به این اساتید نبود و حتی کانون چاوش هم تعطیل کرده بودن و خیلی باعث شد که خب موسیقی یه زمانی در سکوت برگزار بشه، نه اینکه برگزار نشه، چون زمانی که من برای دانشگاه ثبت نام کردم برای رشته موسیقی، اولین سال بود که بعد از انقلاب اجازه داده شد که رشته موسیقی در دانشگاه تدریس بشه و چیزی که برای تمام ممتحنین جالب بود این بود که خواسته بودن که تمام کسانی که در حد ردیف کار کردن موسیقی رو برای امتحان و آزمون عملی بیان و واقعا انقدر براشون شگفت زده شده بودن، انقدر براشون عجیب بود که این همه جوان در حد دانستن ردیف موسیقی رو دنبال کردن در اون زمانهایی که واقعا موسیقی جلوش گرفته شده بود و شاید فکر میکردن هیچ وقت انقدر روش نکنه، ولی واقعا میبینیم که چقدر روش کرده بود و چقدر جوان ها به سمت اینو موسیقی بیشتر گرایش پیدا کرده بودن و جوری بود که چندین هفته اینها وقت صرف کردن برای امتحان از دانشجویانی که واقعا موسیقی رو در حد ردیف میدونستن و کار کرده بودن. اون وقت در ایران هم با پدر روی صحنه رفتین؟ یعنی این اجازه رو؟ بله در ایران، ولی خب اجازه نبود. خوندن نداشتم و فقط در کنارشون نوازندگی رو انجام دادم و نتونستم بخونم در کنارشون. دوستان عزیز، لطفاً این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان مقیم آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و سایر کشورهای اروپایی لطفاً شیر کنید و لطفاً نظراتتون رو برامون در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. با تشکر از همراهی همیشگیتون، شب و روزتون خوش.